آقای آل داوود گفت روستای مصر دیگه اون روستای مصر قدیم نیست، جنگل عب، سرنگ، اینا همه این مشکلات براش پیش اومده. اما اگر اینا رو مقایسه بکنیم با تخریبی که مثلا در واقع کارخونه فولاد مبارکه اصفهان برای اصفهان به وجود آورده، اگر مقایسه بکنیم با تخریبی که پتروشیمی ایلام برای جنگل‌های زاگرس به وجود آورده، اگر مقایسه بکنیم با تخریبی که سد استقلال مینا برای نخلستان‌های مینا به وجود آورده، اصلا قابل مقایسه نیست. متاسفانه برخی از محیط زیست‌شناسان وقتی یه منطقه زیبا رو میبینن بلافاصله میگن که آقا این منطقه رو معرفی نکنید، چون میان میریزن و اونجا رو تخریب میکنن. ما اتفاقا باید مناطق زیبا رو معرفی بکنیم، مردم قدر این مناطق زیبا رو بفهمن تا بعدا میتونن ازش حراست بکنن. همین الان ما یک کارزاری رو انداختیم برای حمایت از باغ گیاهشناسی ملی ایران و این کارزار اگر 10 سال پیش را افتاده بود، زمانی که هیچ کدوم از ایرانیان نمیتونستن وارد باغ گیاهشناسی ملی ایران بشن، به هیچ عنوان استقبالی که الان شده و در واقع حمایتی که دارن مردم از این باغ گیاهشناسی میکنن اتفاق نمیافتاد، چون مردم رفتن باغ گیاهشناسی رو دیدن که چه موهبت ارزشمندیه و حالا میخوان جلوی بردسازی افراطی در اطرافش رو بگیرن. ما باید به سمت ارتقای بومگردی مسئولانه حتما حرکت بکنیم. ما حتما باید فارغ التحصیلان رشته های گردشگری رو حتما افزایش بدیم، اما نباید بترسیم از این که اگر بریم به سمت گردشگری، بریم به سمت تقویت بومگردی ها، این ممکنه باعث خسران برای کشور ما باشه. هر قدر که ما بتونیم از محل ارائه زیبایی های طبیعت ما همونطوری که گفتم پول تولید بکنیم، داریم خدمت میکنیم به این سرزمین، خدمت میکنیم به آینده وطن و امیدوارم هستم با انتقال همین تجربه ها، تجربه های مفیدی مثل تجربه های که الان آقای آل داوود منتقل کردن، بتونیم لکنت هایی هم که در این حوزه وجود داره رو حل بکنیم. نکته بسیار درستی رو گفتن که اقامتگاه بومگردی جایی هستش که آدم باید احساس حضور در خانواده خودش رو بکنه. پس ما باید از این نکته به شدت غفلت نکنیم که فشار بیش از حد برای جذب بیش از حد گردشگر در یک مقطع زمانی تا بیاریم برای سود بیشتر. اگر این اتفاق بیفته دفعه بعد اون گردشگری که برای تمرکز و برای آرامش اومده نمیاد. چند وقت پیش بود که بنیاد مستضعفان میخواست تل تلکابین اجرا بکنه به دریچه تا به یه گروه ژاپنی قرارداد بستن که حساب بکنن که این چقدر میشه. ژاپنیا طراحیشون انجام دادن و بعد گفتن که این امکان پذیر نیست. بنیاد مستضعفان گفت چرا امکان پذیر نیست؟ گفتش که به خاطر این که 35 هزار نفر در روز از این تلکابین استفاده کنن. ما به راحتی میتونیم بیشتر از این رو هم به تمیز افرد. خب نه، دریاچه تار همزمان بیشتر از 150 تا 200 نفر نمیتونه اونجا بره و اگر قرار باشه 35,000 نفر ببری دریاچه تار دیگه چیز از دریاچه تار نمیمونه. در نتیجه این مسئله رد شد. این نکته رو ما باید تو اقامتگاه بومگردیمون رعایت کنیم. خونه های بومگردی رو بذاریم با همون اصالت باقی بمونه و به جای اینکه یک خونه رو در کمترین مقیاس مکانی کاری بکنیم که تعداد بیشتری گردشگر وارد بشه، اجازه بدیم مثل خودمون تکثیر بشن. تعداد کسایی که توی حوزه میان با فهم بومشناختی تکثیر بشن و خیالتون راحت باشه همچنان خدمتی که داره صنعت گردشگری به طبیعت ایران میکنه قابل مقایسه با کشاورزی، قابل مقایسه با صنعت نیست و تنها چیزی که شاید بتونه باش مقایسه بکنه رویکرد جدیدیه که در برنامه 5 سال 6 روم در نظر گرفته شده، این که بریم به سمت استحصال انرژی های نو، انرژی خورشیدی، انرژی بادی، زمین گرمایی و جذب مدی. اگر اون اتفاق بیفته از نظر محیط زیستی اونا بر شما غلبه دارن، از نظر آسیب کمتری که به محیط زیست میزنن نسبت به اقامتگاه های بومگردی و اصولا مسئله گردشگری. خیلی ممنونم. آقای دکتر، یه مسئله که از تو بحث بومگردی ها که یه سری از افراد هستن که تو در حوزه گردشگری گردشگری همینی که باعث امنیت میشه
بسیار خوبه، مزیت بسیار خوبه گردشگری، جلوی خیلی از اتفاقات میگیره. ببخشید.